استراتژی، یک استراتژی دلاور و یک استراتژی عملی به نظر میرسه که جوابگوی شرایط که در افغانستان است میتونه شوه. دومی که دو سه چیز در استراتژی به فکر من حیاتی است. یکی که دوام بودن قوای نظامی آمریکا از نگاه تعداد، از نگاه زمان، به یک وقت، به یک تقسیم اوقات به خصوص رب ندارد. یک اشتباهی بود که حکومت آقای اوباما در استراتژی خود داشت. دوم ای که برای اولین بار به فکر من این مشکل کلانه که سبب پیچیدگی های زیاد در افغانستان و در سیاست امریکا در افغانستان بوده، سیاست پاکستان و کمک پاکستان به گروپ های تروریست و افراطی که به ضد امریکا و به ضد افغانستان جنگ میکنن، ای را با دلاوری، با روشنی مطرح کرد. خب رئیس جمهور ترامپ متعهد به همکاری با افغانستان شد، ولی هشدار داد که همکاری واشنگتن با کابل چک سفید نیست. تضمین که برای تعهد افغانستان در برابر این همکاری ها وجود دارد چیست؟ افغانستان در وقتی که این استراتژی نو زیر بحث بود، باز وعده هایی داده به امریکا در مقابل وعده های امریکا به افغانستان، و رئیس جمهور امریکا میخواست به مردم امریکا، به طرفدارای خود در امریکا اشاره بده که او پافشاری خواهد کرد که افغانستان او وعده هایی که داده در مقابل وعده های امریکا او را عملی بسازه، و اگر نه باز امریکا دوباره بررسی خواهد کرد درباره وعده هایی که امریکا و افغانستان داده. آقای ترامپ مستقیما به پاکستان هشدار داد تا دست از پناه دادن تندروان در داخل خاک خود بکشند. در صورتی که پاکستان با پالیسی سابق خود پیش بره و او را از سر بگیره، آیا چی گزینش برای رئیس جمهور در دسترس قرار دارد تا در برابر پاکستان ارائه شود؟ اگر پاکستان به سیاست دشمنانه خود دوام بده، اول خب میتونه که تمام یا یک قسمت زیاد از کمکایی که امریکا با پاکستان میکنه یا را قطع کنه. دوم میدانه امریکا که اشخاصی که صاحب منصبایی که مسئول هستند در پاکستان به کمک به افراطیون و تروریستا، کنا را در لیست سیاه قرار بده، و برعلاوه میدانه مثل که سر ملا منصور عمله شد دو سه سال پیش، که عمله های در داخل پاکستان به ضد عناصر تروریستی و افراطی صورت بگیره و زیربنای کمک به او گروپا مورد عمله قرار بگیره. میدانه این قدم ها بالاخره به قدم نهایی که گذاشتن پاکستان در لیست کشورهایی که از تروریسم و حمایت میکنن به پاکستان را شامل کنن، و دوستی امریکا و پاکستان به دشمنی تبدیل شود. چین در واکنش با هشدار رئیس جمهور ترامپ در قسمت پاکستان سرسختانه دفاع کرد. آیا به نظر شما عواقب کشیدگی ممکن بین واشنگتن و بیجینگ را در رابطه با پاکستان دامن نخواهد زد؟ اگر چین میخواهد پاکستان مسئولیتش بگیره، یک کوریای شمالی دوم از پاکستان ساخته شود و چین میخواهد قیمت از او را بپردازه، خب او یک فیصله است که چین به بایست یک کشور میتونه قبول بکنه. اما او یک اشتباه خواهد بود. خدا کنه که چین به جای از این که تنها متوجه رقابتاش با هند باشه که سر منافع وسیع تر از او، مسئله تروریسم است، توجه بکنه. چانسی که حکومت افغانستان به چین داده که یک رول مسئول بازی بکنه در میانجیگری بین کابل و اسلام آباد با همکاری با امریکا، که فکر نکنم که بدون همکاری امریکا
این گپا به جای برسه. باید مینان میشه گفت که استراتژی جدید امریکا بهتر است از استراتژی های سابق و چانس خوب وجود داره که ممد بهتر شدن اوضاع در افغانستان شوه. و از او خاطر من شخصا از استراتژی جدید امریکا پشتیبانی میکنم. دکتر صبح خلیلزاد، از بیانات شما و از حضورتان در این نشست سپاسگزار هستیم. شما تشکر.